Раиси хадамоти гумруки Тоҷикистон дуздонаиҳо қочоқӣ ба кишвар овардани телефонҳои мобилиро то замони ҳатмӣ шудани сабти номи онҳо тасдиқ кард. Хуршед Каримзода гуфт, мушкили сабт шудани ин телефонҳоро мебоист худи тоҷирон ҳал мекарданд. Раҳбари гумрук ин матлабро дар ҷавоб ба суоле дар нишасти хабарии ниҳодии зери раҳбарияш баён дошт. Аксари ҳолат ҳаво ба таври қочоқ меомад. Ё ки меоварданд, ворид мекарданд, намедонам. Баъди ба қайдгирӣ сар шудан, хай همون مغازه ها و همون بگیم شخص های علایده که با واردات این نمود مال ها بگیم مشغول بودن و بقیه داشتن در خودشان. اینا باید خودی همون ها برسمیت می در آوردن. خدمات گمرک در 11 ماه سال گذشته 223 تلفن قاچاقی را آشکار کرده است. خورشید کریمزاده گفت هدف اصلی ثبت نام حتمی تلفن های موبیلی جلوگیری از قاچاق است. هرچند حامیان حقوق می گویند هدف زیر نظارت داشتن واسطه های علاقه شهروندان است. تاجرانی تلفن ها میگویند در صورت پرداختن باج گمرکی و ثبت نام حتمی نرخ تلفن ها بالاتر می رود. مثلا 2000 سومون باشد 260 چند سومون 267 سومون اما نالوگش قطعی هم باج گمرکیش همش قطعی خدمت رسانیش می شود. 2260 هم 2270 سومون می شود. 300 سومون خیلی بعد زیادی شده مقصد. خریداران شکایت میکنند که تاجران مالی را میفروشند که باج گمرکیش پرداخت نشده است و مبلغ اضافی ثبت نام را نیز از آنها میگیرند. آنهایی که برای خود از سفر خارجی تلفن میارند شکایت میکنند که مقامات در گذرگاه های گمرکی آنها را آگاه نکرده اند. تلفن ما هم در گفته ما اکتیابر بود آمدم. در لانه چیانی نگفته ما نویابر آمدم بدهم چند باید در ایرپورت ها چی میکردن مقصد رگیستراتی هم جورا میگفتن ما اون کس نگفت که چی از اون نفر هم نبودم خیلی کارو را باید میکرد ما گذاشتیم اومدیم بعد هم یه دفته ده هفته تلفن و محکم چه بعد رفتیم باید خیلی چیش نکم گفتم احتمال یکی اعلامی شد اون چی نشید باید رفتیم پولش را سپردیم 390 سومون باید سپردیم. کارشناسان فناوری های نوین بر اینند که لحظه فعال شدن تلفن و پیوستن با اپراتور ثبت نام ایمیل تلفن ها و طور خودکار صورت می گیرد. چی گونه ما می توانیم بسنجیم پس سکان مجبور هستیم که طریق همون سامانه رسمی ایمیل تجه رقم های همین ایمیل رو باید که سنجیم پیش از اون که خریداری کنیم تا اینکه مطمئن شویم که همین تجهیزات الکی به طور قانونی به تاجیکستان وارد شده است و پس از اون که شما رو خریداری کرده به شبکه پیوست می شود یگان پیامکی الهیده نمی گیرید که باز به غیر از نرخی که شما الکی به فروشنده پرداخت کردید باز این چنین نرخی باجی دولتی یا که باجی گمرکی آن را نیز پرداخت کنید گفت. خدمات گمرک میگوید برای از قید گمرکی گذرانیدن تلفن ها از شهروندان 15% نرخ مال همچون انداز از ارزش اضافه شده و 10 دلار خراج گمرکی ستانیده می شود. جستجوی رادیوی آزادی نشان داده بود که بر اضافه این 50 سومانی مبلغ ثبت ایمیل هم از ساکنان گرفته می شود. قبلا ثبت ایمیل رایگان بود. حکومت تاجیکستان قرار ثبت رقم ایمیل همه گونه واسطه های علاقه برقی به مانند تلفن های موبیلی، پلانشت و نوتبوک ها را ماه مارس سال 2020 برآورده بود. ثبت آن در تاجیکستان تا 21 سال گذشته حتمی شد. در صورت ثبت نکردن ایمیل تلفن از سوی شرکت نت سولوشنز خاموش کرده می شود. شرکتی که مقامات مالکانش را آشکار نمی کنند.